سلام دوشنبه 8 شهریور 1430 سی آگست 2021 میلادی حک کردن دوربین های زندان اوین و انتشار فیلم های تکان دهنده از درون زندان که گروهی به نام عدالت علی این کار رو کرد مورد توجه بسیاری از سازمان های بین المللی اعم از سازمان های مردم نهاد یا دولتی قرار گرفته و سند محکمی قلم داد میشه برای نقض حقوق انسانی در زندان همین گروه فیلم رو هم منتشر کرده که نشون میده دوربین زندان فقط نیست بلکه کسانی از معمورین یا افرادی که می توانستند داخل زندان برند روی دست فیلم رو تهیه کردند به اضافه اسناد و نامه رو هم که تا کنون منتشر کردیم قبلا صحبت کردیم که این اتفاق بیش از هر چیزی صرف نظر از اینکه چه کسی یا کسانی با چه انگیزه و هدف این کار رو کرده باشند به هر صورت شکاف در درون حکومت رو نشان میده اخبار مختلف از منابع گوناگون نشون میده که احتمال زیاد منشأ اصلی انتشار این فیلم ها و اسناد از درون اطلاعات سپاه هست که عناصری به هر شکل با شخص رهبر و سپاه و قوه قضایی رئیسی و دستگاه حکومت جمهوری اسلامی مشکل و نارضایتی دارم مسئله شکاف در اطلاعات سپاه یا خود سپاه به همین جا ختم نمیشه و این دایره نارضایتی درون وزارت اطلاعات هم هست درون قوه قضایی و دولت هم هست و درون بیت رهبری واحد های مختلفش نمایندگی های ولایت فقیه و حتی سپاه ولی امر که طرح ترور خامنه ای از توش بیرون میاد سپاهی که باید حافظ جان او باشه هم هست به این ترتیب باید منتظر بود که اسناد بیشتر اسامی جنایتکاران دستندرکاران فیلم های بیشتر از بخش های مختلف درون حکومت محرمترین لایه های حکومت با اسامی مختلف بیرون بیاد و نشون بده که در واقع این دستگاه سرکوبی که خامنه ای درست کرده چگونه شکاف خورده به او پشت کرده و قابل اتکا نیست اما داستان قمنگیز کرونا که این روزها در مملکت ما عددی بین دو تا سه هزار نفر و گاهی بیشتر در هر 24 ساعت قربانی میگیره موضوعی است که مورد اعتراض بسیاری شهروندان قرار گرفته و بحث محاکمه آقای خامنهای در مجامع بین المللی هم مطرح شده در داخل ایران در خارج ایران شکایت از او و اگرچه دستگاه های امنیتی تعدادی از فعالان مدنی و حقوقی رو که میخواستن تا برای حفظ حقوق شهروندی شکایت از آقای خامنه ای بکنند رو بازداشت کردند اما موج حمایت از همین بازداشت شدگان هم به سوژه جدیدی تبدیل شده که باز هم نوک تیزه حملش متوجه شخص خامنه ای 575 فعال مدنی و سیاسی معلم دانشجو حقوقدان و غیره نامه ای رو امضا کردند غیر از اونها تشکل مثل تشکل سنفی معلمان و غیره هم با مزامین مشابه بیانی دادند که در اون هم خواستار آزادی بازداشت شدگان طرح شکایت از خامنه ای شدند هم عنوان کردند که شکایت از خامنه ای جرم نیست و هم اینکه خواستار رسیدگی پاسخگویی و محاکمه آقای خامنه ای و عوامل او در این فاجعه انسانی شده این در شرایطیه که ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر شخص خامنه است و رئیس اون آقای مخبر اکنون به دلیل جنایتی که کرده ارتقاء مقام گرفته و معاون اول رئیس دولت هم شده امروز اعلام کرده که تنها 8 میلیون دوز واکسن تولید کرده و چهار و دو میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت داده در حالی که همین ستاد و همین آقای مخبر مدعی بودند که تا آخر مرداد ماه می توانند 20 میلیون واکسن تحویل بدن و تا آخر شهری و سی میلیون مجموعا 50 میلیون دوز واکسن تحویل خواهند داد در واقع آنچه که تولید کردن تنها 16 درصد تعهدی است که دادن مملکت رو جوارداتش رو به دستور آقای خامنه ای جلوش رو گرفتند و اکنون مردم بیدفاع بدون واکسن در مقابل سویه دلتای پر نفوزی قرار دارند که کشتار میکنه و احتمالا سویه جدیدی هم از اواخر مهرماه و آبان ماه خواهد رسید که لاندا نام داره و احیانا ممکن است که یک موج کشتار دیگه هم داشته باشه اگر مردم واکسیناسیون نشده باشه مردمی که تا الان به گفته وزارت بهداشت اگر راست بگه تنها 8 میلیون نفر هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن که به سختی ده درصد جمعیت میشه موضوعی که خود این هم با زیر سوال بر صورت جنایت آقای خامنه‌ای مسئولیت او در کشتار مردم به دست کرونا همینطور اعوان و انصار و مثل همین آقای مخبر یا وز وزیر بهداشت آقای نمکی دولت روحانی و دیگران محرز و محلی است که به این زودی از یاد ملت نخواهد رفت و یکی از اتهامات بزرگ این حاکمین جنایتکار خواهد شد در زمانی که اونها در پیشگاه دادگاه عادلی بیستند اما در افغانستان امروز سیوم ماه آگست آخرین نفرات امریکایی هم از افغانستان بیرون اومدن یعنی یک روز زودتر از سی یک آگست که برنامه ریزی بود و با آخرین هواپیما سفیر آمریکا در افغانستان هم خارج شد عملیاتی که گفته میشه طی 16 روز مجموعا 122 هزار نفر از افغانستان بیرون آورده شدن که امریکا به تنهایی در ده روز گذشته 110 هزار نفر رو بیرون آورده که بیش از 5 هزار نفرش امریکایی هستند الباقی از اتباع افغانستان یا کشورهای دیگه هستند ولی پیش بینی میشه با حاکمیت طالبان که در واقع از امروز افغانستان مانده و حاکمین طالبانی پیش بینی میشه بیش از سه میلیون افغانی خواستار مهاجرت بشن که موج جدیدی از مهاجرین از افغانستان رو در دنیا شکل خواهد با حاکمیت طالبان بسیاری صاحب نظران پیش بینی می کنند که نه فقط جنگ در افغانستان شروع خواهد شد و بین دولت طالبانی در کابل با دره پنچیر و تاجیکا با شیعیان در ناحیه هزاره بلکه جنگ داخل خود گروه های طالبانی هم محتمل است برای اینکه بیش از 26 گروهی که با هم هماهنگی و همگن ندارند و اقلا نه تای اونها رو ایران پول داده و کمک کرده تعدادی رو پاکستان کمک میکنه و تعدادی رو هم از منابع مختلف پول میگیرند به اضافه ورود عناصری از گروه های تروریستی القاعده و داعش و غیره احیانا افغانستان رو در وضعیت قرار خواهد داد که تجربه جنگ داخلی رو تکرار خواهد کرد اما آقای خامنهای در جمع هیئت دولت پریروز عنوان کرد که مردم کمی به حکومت یا به قول ایشون دولت بیاعتماد شدند به ایشون باید گفت خلاف به عرض میکنید و میفرمایید بلکه مردم بالای 90 درصد به کل حکومت و به خصوص به شخص ایشون به عنوان رهبر بیعتماد هستند به امید پیروزی ایران و ایرانی